بریم سراغ اپراتور بعدی، اپراتور مقایسه. من میام اینجا سه تا متغیر تعریف میکنم: A مساویس با 5، B مساویس با 3 و C مساویس با 5. حالا میام اینجا میگم پرینت کن A مساوی مساوی با B، دو تا مساوی. پرینت کن A مساوی مساوی با C و پرینت کن B مساوی مساوی با C. خب اجرا بگیرم. قبلش یه نکته ای رو بگم، دو تا مساوی با یه دونه مساوی فرق داره. من وقتی که میام یه دونه مساوی میذارم، یعنی مقدار 5 قرار داده بشه داخل متغیر C. اما دو تا مساوی به معنای برابر. اجرا بگیرم. خوب ببینید، من اومدم این پرسش ها رو مطرح کردم، گفتم پرینت کن آیا A برابر Bه؟ آیا مقدار A برابر مقدار Bه؟ به من گفته فالس، خیر برابر نیست. پرینت کن آیا مقدار A برابر مقدار Cه؟ به من گفته ترو، بله برابره. و پرینت کن آیا مقدار B برابر مقدار Cه؟ به من گفته فالس، خیر برابر نیست. خب من میتونم این پرسش ها رو برعکس هم بپرسم. یعنی چی؟ بیام اینجا استفاده از دستور not، پرینت کن استفاده از دستور not، کلمه کلیدی not، A مساوی مساوی با B. خب پرینت کن استفاده از دستور not، A مساوی مساوی C و پرینت کن استفاده از دستور not، B مساوی مساوی C. خب اجرا بگیرم. من اومدم اینجا این پرسش ها رو مطرح کردم، پرینت کن آیا مقدار A برابر مقدار B نیست؟ آیا مقدار A برابر مقدار B نیست؟ به من گفته ترو، بله برابر نیست. خب اومدم اینجا گفتم پرینت کن آیا مقدار A برابر مقدار C نیست؟ این پرسش رو مطرح کردم، آیا مقدار A برابر مقدار C نیست؟ به من گفته فالس، اشتباه، برابرن. خب پرینت کن آیا مقدار B برابر مقدار C نیست؟ به من گفته ترو، بله برابر نیستن. خب به جای نات میتونیم یک کامنت بذارم، به جای نات میتونیم از این علامت هم استفاده کنیم، علامت تعجب و بعد مساوی. بیام اینجا بگم پرینت کن A علامت تعجب مساوی B. خب پرینت کن. یه نکته ای رو هم بگم، مساوی باید حتما سمت راست باشه، حتما باید مساوی سمت راست باشه. خب A علامت تعجب مساوی C. خب پرینت کن A علامت تعجب، A که نه، B علامت تعجب مساوی C. خب اجرا بگیرم. میبینید که باز هم همون جواب ها رو به من میده. پس این علامت برابری میکنه با همون دستور نات. خب این اندید. حالا بریم سراغ علامت بزرگتری و کوچکتری. پرینت کن A بزرگتر از B مثلا. خب پرینت کن A کوچکتر از B مثلا. خب پرینت کن A بزرگتر از C مثلا و پرینت کن A کوچکتر از C مثلا. خب پرینت کن B بزرگتر از C و پرینت کن B کوچکتر از C. خب اجرا بگیرم، به من جواب میده. من اومدم سوال کردم، گفتم آیا مقدار A بزرگتر از مقدار B؟ به من گفته تو، بله بزرگتره، درستم است، A از B بزرگتره. خب اومدم اینجا سوال کردم، گفتم آیا مقدار A کوچیکتر از مقدار B؟ به من گفته فالس، بله اشتباس، مقدار A کوچیکتر از B نیست. گفتم آیا مقدار A کوچیکتر از مقدار B؟ به من گفته فالس، اشتباهه. پرینت آیا اینجا گفتم آیا A مقدار A بزرگتر از مقدار C؟ به من گفته فالس، بزرگتر نیست، مساویه. و پرینت کن آیا مقدار A کوچیکتر از مقدار C؟ به من گفته فالس، خیر کوچیکتر هم نیست، مساویه. خب اینجا پرینت کن آیا مقدار B بزرگتر از مقدار C؟ به من گفته فالس، خیر
بزرگتر نیست، کوچیکتره. میبینید اینجا پرینت کن. آیا مقدار B کوچیکتر از مقدار C؟ به من گفته ترو، بله کوچیکتره. خب بریم سراغ شرط اور. من بیام اینجا، خوب ببینید اینجا میام یه دونه مساوی میذارم، سمت راست هر علامتی میام یه مساوی میذارم. شرط اور یا برای شرط، خوب ببینید بیام اینجا کوچیکتر و یا اینجوری مساوی به معنای اور. خب بیام اینجا کنار هر علامت یه دونه مساوی بذارم. خب الان میاد دو تا شرط رو بررسی میکنه، اگه یه دونش درست باشه همون رو به ما جواب میده، اجرا بگیرم. خب خوب ببینید، من گفتم پرینت کن آیا مقدار A بزرگتر از مقدار B؟ بله بزرگتره، پس تموم شد. اینجا گفتم پرینت کن آیا مقدار A کوچیکتر از مقدار B؟ خب فالسه، این شرط فالسه. میره سراغ شرط بعدی ببینه آیا، خب کوچیکتر نبود، ببینه آیا مساویه، میبینه مساوی هم نیست، پس فالس، تموم شد. پرینت کن آیا A بزرگتر از C؟ خوب ببینید، خب نه بزرگتر نیست، مساویه، پس جواب اون فالسه. میاد شرط دوم رو بررسی میکنه، میبینه آیا A مساوی C؟ میبینه بله هست، پس ترو رو به ما میده. خب برای این پرینت آیا A کوچیکتر از C؟ خب جوابش فالسه، کوچیکتر نیست. خب میره سراغ شرط بعدی ببینه شرط بعدی ترو میشه، میگه آیا A مساوی C؟ مقدار A مساوی C؟ میبینه بله مساوی، پس ترو رو به ما میده. خب برای بعدی پرینت کن آیا مقدار B، یکم کوچیکترش کنم، آیا مقدار B بزرگتر از مقدار C؟ خب جوابش فالسه، بزرگتر نیست. حالا میره سراغ شرط بعدی ببینه شرط بعدی ترو میشه یا نه، میگه آیا مقدار B مساوی مقدار C؟ میبینه اونم اشتباهه، پس اونم جوابش فالسه، اشتباه نیست، جوابش فالسه، پس به ما میگه فالس. خب این یکی پرینت کن آیا مقدار B کوچیکتر از مقدار C؟ خب ترو، بله این درسته. و یه دونش درست در اومد دیگه بیخیالمون یکی میشه، آیا مقدار B مساوی مقدار C؟ خب فالس، به ما در نهایت میده ترو. اگه این در اصل، این علامت در اصل به معنای اور یا، ما اومدیم دو تا شرط رو بررسی میکنیم. پرینت کن آیا A بزرگتر از B یا اور یا آیا A مساوی B؟ اگه از این دوتا شرط فقط یه دونش درست باشه پس به ما ترو رو میده، اگه هر دوتاش اشتباه باشه به ما فالس رو میده، به همین راحتی. خوب ببینید، مثلا الان دومی فالس، خوب ببینید ما پرسیدیم آیا مقدار A کوچیکتر از مقدار B؟ خب فالس، میره برای بعدی. آیا A مساوی B؟ اینم فالس، پس به ما داد فالس. خب اینم از این استفاده از اپراتور مقایسه در پایتون. بریم برای پارت بعدی و ادامه کار.